کمیته امنیت و بنادر مرزی بصره اعلام کرد که برای زیارت اربعین آماده هستیم و در منطقه شلمچه ظرفیت پذیرایی روزانه 150 هزار نفر در روزهای اوج زیارت اربعین را دارد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید عقیل الفارجی رئیس کمیته امنیت و بنادر مرزی در شورای استان بصره از آمادگی بنادر این استان برای پذیرایی از زائران اربعین خبر داد به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه الفارجی در این رابطه گفت بندر شلمچه که بزرگترین و مهمترین بندر در سطح استان است در روزهای اوج زیارت اربعین آماده پذیرایی روزانه بین 120 تا 150 هزار زائر را دارد. وی با تاکید بر اینکه این بندر با تمام ظرفیت برای پذیرایی از زائران در تمام بخش ها و جزئیات آمده است خاطر نشان کرد برخی مشکلات جزئی در آین بندر وجود داشت که سریعا به آن رسیدگی شد از جمله با توجه به افزایش دما در این روزها مبادی ورودی با اسپری های آب و فن های هوا پوشانده و خنک می شود همچنین جاده تردد بین دو طرف عراق و ایران در حال تعمیر است. رئیس کمیته امنیت و بنادر مرزی در شورای استان بصره در ادامه افزود راه های فرعی و مراکز تجمعی که برای زائران در نظر گرفته شده آماده بهره برداری شده. همچنین بخش بهداشت برای پذیرش ورودی ها کاملا آماده شده و علاوه بر آن برای تسهیل ورود زائران در بخش گذرنامه افسران ویژه مشخص و دستگاه ها و رایانه ها آماده اند. الفریجی همچنین با اشاره به تکمیل جاده خارجی که بسره را به کربلا متصل می کند خاطر نشان کرد. این جاده یکی از جاده های مهم و جدید بصره برای انتقال سریع زائران است که دو طرف عراقی و ایرانی را به هم متصل می کند که این اقدام مسیر ورود زایران را بسیار تسهیل می کند در ادامه افزود بندر صفان هم که یک بندر جدید است و در 25 امین دوره مسابقات قهرمانی خلیج فارس تکمیل شد اکنون آماده پذیرایی از زائران است و می تواند تعدادی از زائران را در خود جای دهد با توجه به اینکه تعداد زائرانی که از بندر صفان وارد می شوند در مقایسه با شلمچه بسیار کمتر است.